جنگ گرگ ها بر سر زهر اتمی و فضیحت سبد کالا، حملات ارگان های سپاه پاسداران به رفسنجانی و روحانی. این روزها غنی‌سازی تعلیق شده تا به غنا برسیم. این روزها مردم در صف سبد کالا در پی چند کیلو برنج و مرغ و تخم مرغند. این روزها حداقل برای هشتمین بار طی 6 ماه اخیر آمریکا ما را تهدید به استفاده از گزینه روی میز کرده. نظر امام در مورد اقدامات عجیب و غریب دولت چیست؟ امام در آن روزها درباره سبد کالا چه به شما گفته بود؟ خبرگزاری سپاه تروریستی قدس با درج نامه تعدادی از مزدوران باند خامنه‌ای در دانشگاه‌ها خطاب به رفسنجانی، وی و آخوند روحانی را زیر ضرب برد و نوشت: این روزها که غنی‌سازی تعلیق شده تا به غنا برسیم، این روزها که مردم در صف سبد کالا در پی چند کیلو برنج و مرغ و تخم مرغند، این روزها که حداقل برای هشتمین بار طی 6 ماه اخیر آمریکا ما را تهدید به استفاده از گزینه همیشه روی میزش کرده، این روزها که نه تنها هولوکاست نفی نمی شود که حتی وزیر خارجه من ابا دارد علنی بگوید که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، این روزها که دل همگی ما برای خاطرات شما تنگ شده است. خاطرتان هست زمانی برای نسل سوم و چهارمی که امام را از نزدیک ندیدند خاطره می گفتید که امام مخالف گفتن مرگ بر آمریکا بود، چقدر دوستانتان و البته برخی دشمنانمان مشعوف شدند؟ حالا که دولت در مقابل صفهای طولانی مردم برای دریافت توزیع سبد کالا سکوت کرده، شما برای من بگویید که امام در آن روزها درباره سبد کالا چه به شما گفته بود؟ راستی زمانی امام از این سبد و مزایای آن می گفت، نگفت؟ امام نفرمود مردی هم لباس خودش و شما در 11 دولت به مردم سبد کالا می دهد؟ نظر امام در مورد اقدامات عجیب و غریب دولت چیست؟ چرا این بار مانند همیشه که در حمایت از نزدیکان فکریتان خاطره ای از امام را بازگو می کردید و همگان را مبهوت می ساختید چیزی نمی گویید؟ دولت حالا نیازمند خاطره است تا بلکه درزهای سبد کالا که کرامت مردم از آن به زمین می ریزد را پر کند. ارگان سپاه پاسداران، توافقی که در آذر ماه صورت گرفت به نفع آمریکا بود و امتیازات آمریکا بیش از چیزی بود که ما گرفتیم. حقیقتا این وندی شرمن نیست که به پرنده غرور ما تیر می افکند. آنچرا که او امروز به آن مأموریت یافته است، بیشتر منتقدان منصف توافق هسته ژنو نخوانید کم سوادها صادقان پیشبینی می کردند و حالا احساس می کنند که تیرهای شرمن در کمان کسانی نشسته است که حتی یک پیشبینی ساده از میزان اعتماد به آمریکا را بر نمی تابیدند. از معاون وزیر خارجه و سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای در گفتگو با یک سایت داخلی می شنویم که یکی از کارهای سخت ما تعیین طول دوره راه حل جامع یا گام نهایی خواهد بود. کار سخت دیگر ما در گام نهایی موضوع عراق است. ما دنبال حفظ آب سنگین عراق به عنوان یک دستاورد ملی هستیم. سخن گفتن عراقچی از سخت بودن حفظ آب سنگین عراق و تعیین زمان توافق نهایی مذاکرات به نوعی ادامه همان حرفهای شرمن و کریست. شرمن میگوید ایران به آب سنگین نیازی ندارد و عراقچی میگوید حفظ آب سنگین دشوار است. کری میگوید زودتر از 20 سال نه و عراقچی میگوید تعیین طول دوره سخت است. توافقی که در آذر ماه صورت گرفت توازن به نفع آمریکایی ها بود و امتیازات آمریکایی ها بیش از چیزی بود که ما گرفتیم. بنابراین باید اولا هدف این باشد که بیش از این امتیاز داده نشود و دوما گاهی همان کاری که آمریکایی ها انجام می دهند مقابله به مصر شود. قطعا این 4 میلیارد و 7 میلیارد در اقتصاد نظام تأثیری نخواهد گذاشت و در قدم نهایی هم همینطور که به نظر می رسد آن تحریم های اصلی سر جای خود قرار دارد. پس ایجاد این انتظار در جامعه نباید هدف دولت مردان باشد.